بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، تقدیم به شما دکتر صایبای عزیز. آرزو دارم که خوب باشین. میریم به ادامه درس های قبلی، اما قبل از اینکه من برم درس جدید شروع کنم، شما میشه بگوین که درس های ما شما تو کجا رسید و چی را خواندیم؟ کوثر میشه بگوی که هفته قبلی بحث ما شما روی کدام بخش بود؟ فیزیکال اگزامینیشن، درباره معاینه فیزیکی یا فیزیکال اگزامینیشن صحبت کردیم. خب معاینه فیزیکی ما و شما چند بخش داره؟ چهار بخش. کدوم بود؟ اینسپکشن، پالپیشن، پرکاشن، آسکلوتیشن. خب سیرالی، ما و شما آمدن داره اینسپکشن خواندیم که ما شما کدام گپار در نظر میگیریم. ما شما میبینیم صدر مریض، خصوصا مریض تنفسی که هست، میبینیم که اینا رید تنفسشان چند است، میبینیم که شکل سینی از اینا یا تورکس از اینا چه شکلی هست، و بعدش میبینیم که آیا تناظر صدر، میبینیم که هر دو طرف از اینا موومنتش همزمان برابر است یا نه. و چیز جدید رو که ما شما امروز مورد مطالعه قرار میدیم درباره شکل تنفس یا تایپ ریسپایریشن مریض میبینیم. آیا تنفس مریض نارمل است یا اب نارمل است؟ ما شما اکتیار تنفس های اب نارمل داریم یا تنفس های غیر نارمل داریم که اونا رو باید شما در زمان اینسپکشن باید ببینیم که مرزای ما شما تنفس های اب نارمل اگه داشته باشه، اینا کدام تنفس های اب نارمل است و به کدام امراض دلالت میکنه. ببینید، یک نوع از تنفس اب نارمل به نام شاین استوک ریسپایریشن هم میگن و یا شاین استوک ریسپایریشن هم است. ببینید چه رقم یک تنفس است. یک تنفسی که به ترتیب زمانی که شروع بشه، اول تنفس به ترتیب افزایش پیدا میکنه، وقتی به مکزیمم یعنی حد اعظمی خود رسید دوباره پس کاهش میکنه، و بعد از این کاهش که دوباره یک صفحه اپنی را سپری میکنه، این تنفسشون توقف میکنه، بازم به ترتیب آهسته آهسته تنفسشون افزایش پیدا میکنه، پس توقف پیدا میکنه، به اعظمی که رسید دوباره آهسته آهسته کاهش پیدا میکنه، و بعد دوباره یک صفحه اپنی را چی میکنه اینا؟ تجربه میکنه. یعنی اینا آهسته آهسته خوب وقت تنفسشون زیاد شد، دوباره آهسته آهسته کم میشه اپنی، و بعد دوباره چیه؟ توقف پیدا میکنه. یعنی یک چی هست؟ تنفسی کریسیندو دکریسیندو اپنی هست. یک تنفسی که شخص آهسته آهسته هایپر اپنی پیدا میکنه، بعد هایپو اپنی پیدا میکنه، بعد اپنی میشه، دوباره باز هایپر اپنی، دوباره هایپر اپنی، باز هایپ اپنی، پس دوباره چی؟ صفحه اپنی را سپری میکنه. ببینید در ویدیو ما بر شما نشان بدم، شما در ویدیو ببینین که چه رقم هست تنفس. ببین تنفس توقف پیدا کرده. آهسته آهسته زیاد میشه، آهسته آهسته کم میشه، پس توقف میکنه. دیدین؟ بله. فهمیدین چی گونه تنفس ما شما برام تنفس شاین استوک ریسپایریشن میگیم؟ بله. تنفسی که اول آهسته آهسته زیاد میشه، بعد حد اعظمی خود زیادترین حالت رسید، دوباره آیستایست کم میشه، بعد اپنی. ایر مگیم کسی چی هست؟ اینی میرم شاین استوک ریسپایریشن، یا اول هایپر اپنی، هایپو اپنی، اپنی. اول هایپر وینتیلیشن، هایپو وینتیلیشن، بعد اپنی. اینی می نو تنفس شما زمانی که در مریض دیدین، اینی می نو تنفس به نام تنفس شاین استوک ریسپایریشن میگه. خب چه سوال مطرح شده که خب شاین استوک ریسپایریشن
میکانیزم به وجود آمدنش چیه و چرا به وجود میاد. ببینید زمانی که مقدار یا غلظت کربن دی اکساید در خون ما شما در اکسترا سلولار فلوید ما شما زیاد شونه، اینمی افزایش غلظت کربن دی اکساید مرکز تنفسی رو تنبیه میکنه و باعث چی میشه؟ باعث هایپر ونتیلیشن میشه. زمانی که غلظت کربن دی اکساید بالا بره، وقت هایپر ونتیلیشن واقع بشه، پس در نتیجه اینمی هایپر ونتیلیشن باعث میشه که کربن دی اکساید زیاد از بدن چی شه؟ بیرون شه و غلظت کربن دی اکساید دوباره پایین میاد و پایین آمدن غلظت کربن دی اکساید باعث میشه چیه؟ هایپوپنی به وجود بیاد یا غلظت چه اینمی سرعت تنفس دوباره چی شه؟ کاهش پیدا بکنه. خب زمانی که اینمی شاین استوک ریسپایریشن به وجود میاد یا مرزای ما شما چی دارن؟ یعنی هایپر ونتیلیشن، هایپو ونتیلیشن و اپنی دارن یا یعنی اینمی تنفس دارن، باید ما شما اسبابش رو بفهمیم که در کدام امراض اینمی نو تنفس دیده میشه یا این نو تنفس به وجود میاد. متوجه باشین اسباب شاین استوک ریسپایریشن یک سی اچ اف است، مرزایی که کانجسیو هارت فیلر دارن یا عدم کفایه احتمالی قلب دارن، یکی در اینا به وجود میاد. دیگه اشخاصی که رینال فیلر دارن یا کله هایشان به عدم کفایه مصاب شده و از کار افتاده، یعنی کمکاری خودی کله ها دارن، رینال فیلر داره، در اینا دیده میشن. اشخاصی که سیویر نمونیا دارن، یعنی سینه بغل شدید یا نمونیا شدید دارن، نزد از اینا هم چی هست؟ اینمی نو تنفس یا این شکل از تنفس دیده میشه، شاین استوک ریسپایریشن شما میتونید ببینین. در امراض دیگه که دیده میشه در آی سی پی بلند، یعنی انتراکرانیال پرشر که افزایش پیدا کنه یا فشار داخلی چه است مغز مشمو یا داخل کرانیوم مشمو افزایش پیدا بکنه، یعنی کسایی که خونریزی های داخل مغزی داشته باشن یا کسایی که اوزایمای داخل مغزی دارن، فشار داخلی انمی قفسه یا قف یا انمی خودی دماغ ما شما داخل جمجمه میگین شما انمی داخل سر افزایش بله بله زمانی که فشار داخل جمجمه افزایش پیدا بکنه، اونمو زمانی که شما میتونید اینو تنفس ببینین، این دونه تنفس هم دیده میشه. آی سی پی بلند، آی سی پی انتراکرانیال پرشر میگه فشار داخلی دماغ هستن، فشار داخلی جمجمه ما و شما هست. اشخاصی که آی سی پی بلند پیدا میکنن، اینا چند تا کلینیک دارن، یکی اینا سردردی شدید دارن، مورنینگ هیدیک داره که از طرف سوبکی اینا فوق‌العاده شدیدن سردرده، اینا پروژکتال وومیتینگ دارن، یعنی استفراغات فورانی دارن، استپای کلینیکیش که پروژکتال وومیتینگ هستن، اکثرا استفراغات فورانی دارن در پهلوی سردردی شدید و بعد شخی گردن دارن. گردن خود به راحتی اینا نمیتونن کسا قاد بکنن و شخی گردن رو وقت شما گردنش قاد بکنین به جایی گردنش قاد شد اینا کسی چیست؟ گردنش قاد نمیشه، اینا شخی گردن دارن، اینی میرون میگن نگریجیتی دارن و در پهلوی از اینا اینمی چیست؟ یعنی خشکی گردن دارن منظورتون؟ نه گردنشون شخص گردنشون نمیتونن خم کنن، نمیتونن خم کنن. آره شخیه آه. گردن همون خشکی گردنه، اونم راحت گردنش قاد شده نمیتونن راحتی، اینمی فلکسیبیلیتی از جسم میتونه اینمی راحت، اینمی راحتی بودن از جسم میتونه. ببین من راحت گردن خود قاد میکنم نه، اما او زمان اینا گردن خود خم کرده نمیتونه، یا این زنه خود کس خود تورکس یا سینه خود چسبانده نمیتونه، این کار کرده نمیتونه، تا یه اندازه میتونه قاد کنه، از بیشتر نمیتونه قاد کنه. یعنی گردنشون چی میشه؟ شما نمیفهم چی بگید، نیک رجیدیتی پیدا میکنن. خب خشک میشه، نمیتونن دیگه خمش کنن، اونمو خم کردنش مشکل پیدا میکنن. علت دیگه از اینا متوجه باشین نارکوتیک پایزنینگ هستن، اشخاصی که مخدرات زیاد استفاده میکنه یا نارکوتیک زیاد استفاده میکنه، اینا هم علتی چی بوده میتونه؟ اینمی چاین استوک ریسپایریشن یا شاین استوک ریسپایریشن هست. کسی شما پسند کرد که اسبابش چی؟ اینی اسبابی شاین استوک ریسپایریشن، یعنی یک مریض اگر میای پیش شما و اینو تنفس داشت، شما به اینی اسباب چی کنید؟ فکر کنین و اینا میتونه علتش باشه. خب حالا میتونین تصویرات رو روشن کنین. خب